درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروحه خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 27 جولای 2023 میلادی برابر است با پنجم آمرداد سال 1402 خورشیدی. سازمان حقوق بشر ایران، سازمان غیر دولتی مستقر در نروژ، به تهدید به اعدام شهروندان اروپایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعتراض کرد و آن را گسترش صدور احکام اعدام علی خامنه‌ای به خارج از ایران خواند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اعدام انسان‌ها به خاطر رابطه جنسی اختیاری یا ابراز عقیده در قرن 21 به دست حکومت‌هایی که در سازمان ملل کرسی دارند نباید از توی جامعه جهانی تحمل شود. به افزود متاسفانه فقدان واکنش مناسب جامعه جهانی در مورد اعدام یک نفر به اتهام زنای محسنه و دو تن به اتهام توهین به مقدسات در ماه می امسال رهبران جمهوری اسلامی را تشویق به صدور احکام مشابه و حتی تهدید شهروندان اروپایی به اعدام کرده است. روز شنبه 31 تیر ماه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتی به سوزاندن قرآن در سوئد واکنش نشان داد و خواهان اشد مجازات یعنی اعدام برای عاملان این کار شد. وی همچنین از دولت سوئد خواست عاملان سوزاندن قرآن را به کشورهای اسلامی تحویل بدهند. درخواست برای اعدام این شهروندان در حالی است که روز 18 اردیبهشت ماه حکم دو زندانی که با اتهاماتی همچون سب نبی و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی عراق به اجرا درآمد. این دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به نام‌های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع متهم بودند که در یک کانال تلگرامی به مقدسات اسلام توهین کردند. از سوی دیگر علی محمدی سیرت، نماینده خامنه‌ای در نیروی قدس سپاه پاسداران، امروز پنجشنبه گفت که در صورت عدم تحویل عامل قرآن سوزی اخیر به جمهوری اسلامی، او مانند سلمان رشدی فاقد امنیت و آسایش خواهد بود. همچنین صدیق بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت است که دولت سوئد حتما باید با هتاک قرآن برخورد کند. اگر برخورد صورت نگرفت ما یک تصمیم اساسی اتخاذ خواهیم کرد و یفتود ما میخواهیم این افراد به کشورهای اسلامی تحویل داده شوند و ما خودمان آنها را مجازات کنیم. شهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت 43 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه گفت گرد همایی ایرانیان در نقاط مختلف جهان به مناسبت این روز اهداف متعالی شاهنشاه را برای رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به گوش جهانیان می‌رساند. وی افزود شاهنشاه روحت شاد انعکاس آگاهی و سپاس شما از برنامه‌های گسترده و سنجیده است که در آن سالها در مسیر پیشرفت و تحقق عظمت دیرین ایران اجرا می‌شد و آینده‌ای درخشان را نوید می‌داد. شهبانو فرح پهلوی گفت از همه شما که در اعتلای نام و آزادی ایران میکوشید صمیمانه سپاسگزارم. دانه هایی که با ایمان و عشق کاشته میشوند به گواهی تاریخ درختان تناوری خواهند شد. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. شهبانو فرح پهلوی این پیام خود را با شعار زن زندگی آزادی به پایان رساند. شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی و زندانیان زن سیاسی سابق در اعتراض به پرونده سازی مجدد علیه مریم اکبری منفرد که بیش از 13 سال است در زندان به سر می‌برد بیانیه‌ای منتشر کرده و خواهان آزادی او شدند. چهره‌های شناخته شده‌ای از جمله ژولا بن یعقوب، حسن یوسفی اشکبری، عبدالله ناصری طاهری، شیوار نظرآهاری، غنچه قوامی و مهدیه گلرو با انتشار این بیانیه نوشتند که بررسی پرونده مریم اکبری منفرد، اتهامات و دلایل محکومیتش نشانه ای آشکار از عملکرد فراقانونی دستگاه‌های امنیتی و سیستم قضایی است. مریم اکبری منفرد یکی از زندانیان سیاسی قدیمی است که از دی ماه سال 88 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. اکنون در آستانه آزادی و در آخرین ماه‌های دوران محکومیت خانم اکبری منفرد، دستگاه قضا 6 عنوان اتهامی علیه او مطرح کرده است. منابع حقوق بشری میگویند که یک کولبر اهل سقز بامداد چهارشنبه 4 مرداد با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی در نوار مرزی بسطام کشته شد. وبسایت کولبر نیوز این کولبر را حسن توفیق زاده یا حسن عراقی
65 ساله و اهل شهر سقز معرفی کرده و میگوید پیکر او به پزشکی قانونی شهر سقز منتقل شده است. به گزارش خانگاه در مجموع 290 کولبر و کاسبکار کرد در سال 2022 به ضرب گلوله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و یا زخمی شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مسئولین زندان به دستور مقامات امنیتی در درمان رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل تعلل می کنند. این سندیکا با انتشار بیانیه ای که روز سه‌شنبه منتشر شد تاکید کرده که این تعلل به رغم نظر پزشک معالج مبنی بر جراحی فوری در آذر ماه سال گذشته صورت میگیرد. وضعیت جسمانی رضا شهابی نامناسب است. گفته شده که به شدت در ناحیه کمر و گردن ببخشید درد دارد و این درد منجر به بی‌حسی دست چپ و انگشتان او شده است. رضا شهابی کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از اعضای سابق سندیکای اتوبوسرانی تهران طی سالهای گذشته بارها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه بوده است. علی اسداللهی برادر آنیشا اسداللهی نویسنده، معلم و مترجم رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اجرای حکم 5 سال زندان این فعال حامی حقوق کارگران خبر داد. بر همین اساس خانم اسداللهی روز چهارشنبه جهت سپری کردن مدت زمان حبس خود به واحد اجرای احکام زندان ابین مراجعه کرد. علی اسداللهی ضمن اعلام خبر اجرا شدن حکم زندان آنیشا اسداللهی اللهی نوشت 34 سال رفت که بر آستان 40 سالگی برگردد. آنیشا اسداللهی پیشتر در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری بابت پرونده ای که بهار سال 1401 همراه با کیوان مهتدی همسرش بازداشت شده بود با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. از این میزان حبس 5 سال برای این فعال حامی کارگران قابلیت اجرایی دارد. سایت اطلس زندان‌های ایران در توییتر از ضرب و جرح و آزار جنسی تبسم جمالپور زن معترض به حجاب اجباری بعد از بازداشت او به دست ماموران حکومتی خبر داد. این سایت روز چهارشنبه 4 مرداد در گزارشی اعلام کرد که خانم جمالپور بعد از انتشار عکسی بدون حجاب اجباری مقابل یک هیئت مذهبی در روز 26 تیر ماه بازداشت و بعد از انتقال به یک خانه امن مورد ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه روز 28 تیر ماه خبر داد که دو زن و یک مرد که مقابل هیئت قمر بنی هاشم در منطقه 6 تهران اقدام به کشف حجاب و برهنه نمایی کرده بودند و یک مرد دیگر به دلیل همکاری با آنها بازداشت شدند. اطلس زندان‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که ماموران امنیتی بعد از بازداشت خانم جمالپور به او گفتند که باید مانند تصویری که منتشر کرده ای لخت شوی و سپس با خشونت لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس بدن او کردند. به گفته این منبع خانم جمالپور بعد از انتقال به بند 209 زندان اوین تا یه روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سه‌شنبه 3 مرداد به بند زنان اوین منتقل شده. بینندگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پایم پایی بازرگانی جلب میکنم. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-7759. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزیر نفت کویت می گوید این کشور منتظر تعیین مرزبندی با ایران نخواهد ماند و حفاری در میدان گازی ادوره را آغاز می کند. سعد البراک امروز پنجشنبه 5 مرداد در گفتگو با شبکه سکای نیوز عربی تصریح کرد که ما حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشیم آغاز خواهیم کرد. این اظهارات بر پایه توافق عربستان و کویت در بهار سال گذشته برای توسعه این میدان مشترک به منظور تولید روزانه 84,000 بشکه میعانات گازی و 1 میلیارد فوت مکعب گاز بیان شده است. ایران مدعی است که بخشی از این میدان در آبهایان است و هر گونه فعالیت حفاری در این بخش را غیرقانونی اعلام کرده است. البراک اخیراً هم اعلام کرد که این میدان گازی حق انحصاری کویت و عربستان است و ایران باید با این مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان ثابت کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات گفت که تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویتی است. توافق بین هانتر بایدن و دادستانی که بر اساس آن قرار بود پسر جو بایدن اتهامات مالیاتی و حمل اسلحه را قبول کند در دادگاه به صورت غیر منتظره کنار گذاشته شد. این توافق تا یه چند هفته مذاکره به دست آمده بود و بر اساس آن آقای بایدن با قبول اتهامات به زندان نمی رفت. اما قاضی دادگاه روز گذشته گفت که نمی تواند این توافق را قبول کند. این اولین بار است که وزارت دادگستری آمریکا فرزند یک رئیس جمهور را در زمانی که در رأس قدرت است متهم می کند. به وکلای هانتر بایدن 14 روز مهلت داده شده تا توافق جدیدی با دادستانی به دست بیاورند. کیم جونگ اون روز گذشته آخرین تسلیحات کره شمالی را به سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نشان داده است.
پیونگیانگ برای جشن‌های 72 سالگرد آتش‌بس و پایان جنگ کره از هیئت‌های دو کشور روسیه و چین دعوت کرده بود که به کره شمالی بیایند. این جشن‌ها معمولاً با رژه‌های نظامی عظیم برگزار می‌شود. در بازدید وزیر دفاع روسیه، تسلیحات نظامی شامل موشک بالستیک قاره پیمای ICBM به اون نشان داده شد. این موشک با موفقیت ببخشید در ماه اپریل آزمایش شد و گمان می رود که اولین ICBM کره شمالی باشد که از پیشانه های جامد استفاده می کند که باعث می شود پرتاب آن سریعتر از پیشانه های سوخت مایع باشد. کره شمالی و جنوبی از نظر فنی هنوز در حال جنگ هستند، زیرا با پایان جنگ کره در سال 1953 هنوز هیچ توافق صلحی میان دو کشور امضا نشده است. یک افسر سابق اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده شهادت داد و به قانونگذاران گفت که آنها در رابطه با اطلاعات مربوط به پدیده‌های هوایی ناشناخته مانند اشیاء ناشناس پرنده بی‌خبر نگه داشته شدند. دیوید گاش از سال 2019 تا سال 2021 میلادی در کارگروه ویژه پدیده‌های هوایی ناشناس دفتر اطلاعات نیروی دریایی که در مورد UFO‌ها تحقیق می‌کرد فعالیت داشت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ادعاهای این مقام پیشین اطلاعاتی در مورد سرپوش گذاشتن درباره پدیده‌های هوایی ناشناخته را رد کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت که بازرسان هیچ اطلاعات قابل تاییدی برای اثبات ادعاهای مبنی بر اینکه برنامه‌های مربوط به در اختیار داشتن یا مهندسی معکوس موارد فرازمینی در گذشته وجود داشته یا در حال حاضر وجود دارد پیدا نکردند. دیوید گاش در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آمریکا اطلاعاتی در مورد حیات فرازمینی دارد یا خیر، گفت که آمریکا احتمالاً از دهه 1930 میلادی از فعالیت‌های فراانسانی آگاه بوده است. آقای گراش و دو خلبان سابق نیروی دریایی که UFO‌ها را هنگام مأموریت خود دیده بودند، به پرسش‌های نمایندگان کنگره پاسخ دادند. یکی از شاهدان گفت که بشقاب پرنده‌ای که بر فراز اقیانوس آرام دیده، می‌تواند یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکا باشد. برخی از قانون‌گذاران آمریکایی پنتاگون را به دلیل ارائه ندادن جزئیات بیشتر در یک جلسه توجیهی محرمانه یا انتشار تصاویری که می‌تواند برای عموم نمایش داده شود مورد انتقاد قرار دادند. در جلسات قبلی مقامات پنتاگون ویدیویی را نشان دادند که از یک هواپیمای نظامی F-18 گرفته شده بود و تصویری از یک شیء بالون مانند را نشان می‌داد. مقامات پنتاگون در ماه دسامبر سال گذشته گفتند که از زمان آغاز تلاش‌ها برای بررسی گزارش‌های مربوط به بشقاب پرنده‌ها چند صد گزارش جدید دریافت کردند. لنگان اجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310 441 1200.
داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. شنید اوکانور، خواننده و فعال سیاسی اجتماعی ایرلندی که در سال 1990 با تک آهنگ موفق خود به نام هیچ چیز شبیه تو نیست به شهرت جهانی رسید، در سن 56 سالگی بعد از سالها مبارزه با آلام روانی به زندگی خود پایان داد. شنید اوکانور با وجود موفقیتش با شهرت و جنجال‌هایی هم روبرو شد، از جمله رویداد پاره کردن تصویر پاپ در جریان پخش برنامه زندگی تلویزیونی. این خواننده و فعال سیاسی اجتماعی در سال 2018 به اسلام گروید و نام خود را به شهدا صداقت تغییر داد، اما همیشه با نام اصلی خود به اجرای برنامه ادامه میداد. نکوهش بی‌باکانه او درباره مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و اظهاراتش او را به شخصیتی پیشروتر از زمان خود تبدیل کرد. کتاب خاطرات او که به نام یادآوری‌ها در سال 2021 چاپ شده، گذشته پردردسر و آلام روانی او را روشن می کند. مبارزاتی که در بند بند ترانه هیچ چیز شبیه تو نیست نشانه های آن را می توان دید و شنید. هیئت منصفه دادگاهی در لندن روز چهارشنبه 4 مرداد بازیگر سرشناس آمریکایی کوین اسپیسی، بازیگر نقش رئیس جمهوری ایالات متحده در سریال خانه پوشالی، را از تمام اتهامات مربوط به تعرض جنسی به 4 مرد تبرئه کرد. بعد از بیش از 12 ساعت بحث و بررسی، آقای اسپیسی از 9 اتهامی که علیه او وارد شده بود، از جمله تعرض جنسی و وادار کردن افراد به اعمال جنسی بدون رضایت آنها، رهایی یافت. به دنبال مطرح شدن موارد مختلفی از اتهامات آزار جنسی علیه کوین اسپیسی، این بازیگر سرشناس تقریبا از تمامی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی کنار گذاشته شد و این در حالی است که او هنوز در هیچ دادگاهی محکوم نشده بود. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برنامه‌های شهرتی. روز و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.